آموزش سریع و راحت برای تهیه دوغ کفیر خانگی. مواد لازم: قارچ کفیر و شیر. برای تهیه قارچ، اگر خارج از ایران هستین از طریق سایت آمازون و اگر ایران هستین هم میتونین آنلاین خریداری کنین. بهتر شیر بدون مواد نگهدارنده باشه و هرچه درصد چربی شیر بیشتر باشه دوغ به دست اومده غلیظتر میشه. دقت کنید ظروف مورد استفاده حتما باید شیشه یا پلاستیک باشه. در غیر این صورت قارچ ها از بین میرن. طرز تهیه: قارچ و شیر رو در یه ظرف شیشه‌ای با هم ترکیب میکنین و اجازه میدین داخل کابینت 24 تا 48 ساعت استراحت کنن. من معمولا با مقدار 1:4 این دوغ رو تهیه میکنم، یعنی حدودا 4 برابر مقدار قارچ شیر اضافه میکنم. ولی اگر مقدار خیلی کم قارچ رو داخل شیر بریزین باز هم تخمیر انجام میشه، ولی در زمان طولانی تر و دوغ به دست اومده آبکی ترشه و گاهی هم به تلخی میزنه. کفیر ما بعد از کمتر از 24 ساعت آماده شده و دوغ به دست اومده نسبتا غلیظ شده. به خاطر غلظت دوغ موقع صاف کردن از آب جوشیده خنک شده استفاده میکنیم. این کار باعث میشه دوغ طعم بهتری بگیره. برای گازدار شدن دوغ و همینطور یک دست شدنش میتونین دوغ رو میکس کنین. برای از بین بردن طبع سرد دوغ میتونین از کمی پودر نعنا خشک و گل سرخ استفاده کنین. دوغ کفیر سرشار از بیوتین ضد سرطان بوده و دستگاه ایمنی رو تقویت میکنه. مصرف روزانه یک لیوان دوغ کفیر خانگی برای سلامت پوست و مو توصیه شده. دوغ ما آماده است. نوش جان.